و از دنیای فوتبال، هفته 26 لیگ برتر فوتبال ایران امروز با برگزاری 4 دیدار به پایان رسید. با نتایج کسب شده در بازی‌های امروز تغییر چندانی در بالای جدول رده‌بندی صورت نگرفت، اما نتایج دور از انتظاری به دست آمد. بهروز صمدبیگی گزارش می‌دهد. بازی آغاز می‌شود از این لحظه و در نخستین بازی امروز لیگ برتر فوتبال، نساجی مازندران در خانه خود موفق شد با 1 گل حریف مدعی خود پدیده مشهد را با شکست بدرقه کند تا این تیم از کورس قهرمانی عقب بیفتد. درستی خود یا نه، حرکت خود سجاد آشوری در اون محوطه جریمه، خاله برای نظری میتونه ارسال بکنه. خود نظری خوش تکنیک واسه میاره رو پای چپش به عقب‌تر، ضربه و توی دروازه گل. تراکتوری که میخواد در کورس قهرمانی بمونه. در دومین دیدار تراکتور سازی تبریز آماده بود تا با برتری در مقابل پیکان تهران رده دوم جدول لیگ را بار دیگر از آن خود کند و جزو مدعیان جدی قهرمانی باقی بماند. اما این تیم برای دومین هفته پیاپی، البته این بار در زمین خودی، مغلوب یاران پیکان شد تا همچنان در رده 4 باقی بماند. تکل پیروزی بخش پیکان را عیسی آل کثیر وارد دروازه سرخپوشان تبریزی کرد. بار دیگر پیکان و ضربه از روی دور، اخباری، اشتباه محمد رضا اخباری در گرفتن توپ و گل برای پیکان. دیدار تیم‌های فولاد خوزستان و صنعت نفت آبادان، دربی خوزستانی‌ها. در سومین دیدار امروز هم یک نتیجه شگفت‌انگیز رقم خورد. یاران افشین قطبی در فولاد که در هفته‌های اخیر نتایج قابل قبولی گرفتند، در دربی خوزستان و در مقابل صنعت نفت آبادان با نتیجه شگفت‌انگیز 4-1 مغلوب شدند. هتریک جاناتان بالوتلی و تکل طالب ریکانی برای صنعت نفت و تکل لوسیانو پریرا برای فولاد نتیجه را به نفع زردپوشان صنعت نفت به پایان رساند. در آخرین دیدار هفته 26 هم پارس جنوبی جم در مقابل سپیدرود رشت به نتیجه مساوی 2-2 رسید. بالوتلی و توی دروازه. جا داره اشاره کنم در پی برگزاری مسابقه بین دو تیم تراکتورسازی و پیکان، گزارش های مردمی حاکی از درگیری های شدید بین تماشاگران و یگان ویژه نیروی انتظامی است. در فیلم ها و عکس های رسیده به صدای آمریکا مشخص است که تعدادی از تماشاگران و همچنین نیروهای انتظامی به شدت زخمی شدند. ضمن اینکه نیروهای انتظامی با استفاده از ماشین های آب پاش قصد متفرق کردن تماشاگران را داشتند و تعدادی را نیز با خشونت بازداشت کردند.